سر اصل مطلب. ببینیم امشب میتونیم دست دو تا دلداده پاک باخته رو بزنیم تو دستم یا نه. چقدر جدیه؟ چی؟ مریضی من. تحت هیچ شرایطی این فیلم نباید منتشر بشه. مگه من اصرار دارم بشه؟ فیلم گرفتن از حریم خصوصی یه نفر بعد تهدید اون شخص جرم بزرگیه. شاید خودت ندونی چه نقشی توی دوام این خانواده داری. نقره است. میدونی چه قیمتی داره؟ خواهرت بیشتر از همیشه به توجه و محبت ما احتیاج داره. دیگه طاقت این که از دور دخترمو تماشا کنم ندارم. خب میریم پسش میگیریم. من نمیدونم چرا هر چی میشه آخرش به فقیری و پولداری ختم میشه. آفرین خانم. همه چی تهش به واقعیت ختم میشه. در آینده وقتی نوه‌مون بفهمه که پدر بزرگاش اینقدر راحت با هم معامله کردن خیلی هم سوق زده میشه. مطمئن باش. فکر کن چقدر طول بکشه تا این وام دست ما رو بگیره. چون مبلغ درخواستتون خیلی بالاست فکر میکنم دو سه ماه طول بکشه. دکتر جان تصمیم دارم یه حال اساسی بهت بدم. که دلت قنج زد. آره نگاه اینا عملشون خیلی سنگینه تو نمیدی ها ببینه نگاه یکی اندازه تاسیویزی هست دارم میمیرم کف پام آتیشه یه خورده طاقت بیا فکر کن داری ترک میکنی بابا من و تو چرا باید عذاب بکشیم یکی دیگه داره میخوره یکی دیگه داره میبره من و تو چرا باید تاون پس بدیم من اگه بیان حرف میزنم دیگه نمیکشم حرف نمیزنی یا من یه ساعت دیگه اینجا بمونم میمیرم چرا تو نمیفهمی بیشعور من زن و بچه دارم خدا کنه زنامون عقلشون برسه به پلیس خبر بده شاید اینجوری بلمون کنن آقا سلام 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 او قضام از هم گرفتیم نخوردن ایچ کدومشون بکن بتونن اینا فقط یه چیز حالشون جا میاد نوی جون آقا اکبری به خودم میمیریم میمونیم رو دستتون را تا
تو رو خدا نوید جان، من دارم میمیرم قربون اون معرفتت. زن و بچه هم نگرانم. چی میخوای بدونی؟ همه چی رو میگم. تو که گفتی حرف نمیزنی. اینجا معلوم میشه بیشور کیه. ای بابا آتیش کن نوید جان. راش بنداز، راش بنداز تو رو خدا. مراقب باش اینجا هر نرم. کارشون که تموم شد دوباره ببندینش. بابا ولشون کنیم برن دیگه، اینا که همه چی گفتن. نه تا مطمئن نشدیم حرفایی که زدن درسته همینجا میمونن. چشم هر چی شما میشه. بیا فعلا اینو داشته باشی. دست درد نکنه. یه سفارش نکنن دیگه. چشم. آیا اکبری قضیه یارو هم پیگیری کنیم ببینیم داستان چیه. بفرمید، بفرمید. بفرم خانم، بفرمید. آقا نصیری، این کابینت ها دستگیری مسکری نداره؟ گاز، هود، اینا چی شد؟ شما پسند کن، اونم انجام میشه، چشم. بفرمید خوابا رو ببینیم، بفرمید. خانم بفرمایید، بفرمایید بریم خوابا رو ببینید. چیه؟ دلت قنج رفت؟ حیرت کردی؟ حیرت جو کجا رفت آقا نصیری؟ بفرمایید، بفرمایید. این یه خوابشه، اینم مسترش، اینم کموداش بزرگ، خوشگل، جادار، اینم نورگیرش هم که عالی. آقا نصیری اونو انباریشه؟ گفتم که اینجا مستره، اینجا جکوزی میخوره، آینه باکس میخوره، فول امکانات. چقدر بزرگه. آقا نصیری میگی یه وانم واسم بذاره تو بوش؟ گفتم که اینجا جکوزی باشه، برای شما وانم میذاریم. آه مستر یعنی این چیزا دیگه. آره مسترشه. آقا نصیری اینم خیلی بالا، ببین کمد روونی داره. به 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 گوریان، به به ببین چقدر دلوازه. اینم آفتاب خانم، یاد تو میگفتی دلم میخواد همیشه یه خونه داشته باشم که آفتاب دیر باشه. اینم آفتاب. به به منظره رو خانم ببین خدا چه کرده. تازه مسترشو ندیدی دیگه، لازم نیست برای دستشوی از این ور حیات بری اون ور حیات. اقش من، منوز من، تو هر اتاقش یه توالت داره. تیمور برای چی منه و ایشی آوردی این خونه ایونیا نشونه من میدی؟ شما فقط بپسند بقیه شما. فرض کن پسندیدم، ما تو اجاره همونش هم موندیم، چه جوری میخوایم اینجا رو اجاره کنیم؟ اجاره؟ اخش من، تو فقط بپسند. اصلا میدونی چیه؟ تو سرت به یه جایی خورده، مخ تاب برداشته. به خدا قسم من دیگه دست تو خسته شدم. برو هر کاری دلت میخواد بکن. چهر آقا نصیری بگیم بیاد بنویسیم. نفسم رفت. حتما خانم پسند کرده. این عقش منه، معلوم که پسند کرده. بریم بنویسیم. بفهم بریم خونه همون دست ایوت کرده، ایوت شو. آره برق مصرف نشه آقا. بفهم. حیرت کردم و کارای تو. بله حیرت. Thank you.
آقای سودبر بفهمید امضا. مبارکتون باشه. خیلی ممنون. ونوس من، اقش من، دلت قنج زد. بایزه، 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 میبخشیم. اینشالله که از پولش خیر ببینیم. آقا سودبر، ببین، اگه هر کدوم از شکات پاس نشه، هم قرارداد فسخه، هم خسارت میگیرم ازت. ایزن شما هم مهندس، اگه خونه رو به موقع تحویل ندی هم خسارت ازت میگیرم، هم پدرتو در میارم. یعنی چی آقا؟ چی میگه شو؟ آقا شوخی کردم. این ناراحتی نداره که گفتم حالا که واسه هم داریم شاخشونه میکشیم یکم بیازداغشو بیشتر کنم. با اجازه تمام زندگیم گلی خانوم اینجا امضا کنم آقا. بفرمایید سودبر. بفرمایید آقا. شما هم بفرمایید اینجا امضا کنید. اصلا سردر نمیارم از هیچ کاری. خانم از الان بهت گفته باشم آشغال ماشغال نمیاری تو اون خونه. ببین آفتاب لگن ظرف ظروف لاف کنه دوشک کنه هر چی داری همه رو بریز گوشه عیاد اکبر سمسار صدا میکنه آقا یه جمعه فروشیم. نه چرا اکبر سمسار اصلا یه زنگ بزن به کریم داشه کریم لاشخور اونا رو مجانی بهش میدم. ساکت باش. باور کن دعات هم میکنی دستت هم مالش کن. ببین خانم دلت قنج میزنه صابخونه شدیم خانم. صابخونه شدیم. آخ جون صابخونه شدیم صابخونه شدیم. میخوام صابخونه نشم هیچ وقت. آخ جان بریم. سلام آقا. انگار جفتشون آب شدن رفتن تو زمین. هر چی زنگ میزنم جواب نمیدن. خونه‌شون هم رفتی؟ بله. سنگانی به زنش گفته میره سفر خارج. یکم مشکوک میزنن آقا. در ضمن این ثروتیان هم فکر کنم داره بازیمون میده. میگه چند ما طول میشه تا این وامو بهتون بدیم. میدونم سر زمان میخره. یه فشار دیگه بهش بیاریم؟ نه یه زمان زرنگی خودش حال کنه. داره برای ما زمان میخره نه خودش. سلام آقای ماهرو. نه متاسفانه آدرسی که ازش داریم مال یه سال قبله. از اونجا رفته. حالا یه جوری پیداش میکنم. باشه خداحافظ. همیشه فکر میکردم یه پادو بیشتر نباشی. آره نه باریکلو باریکلو کسی هستی واسه خودت دوست داری گرد و خاک کنی نه؟ اگه لازم باشه چرا که نه؟ رئیس در مورد من چیزی بهت نگفته؟ چقدر منو میشناسی؟ آدم های توطئه‌گر و دسیسه چین خیلی با هم فرق نمیکنن. فقط دلیل کارشون با هم فرق داره. یکی حسوده، یکی منفعت طلبه، یکی هم میتونه یک کینه شخصی و قدیمی داشته باشه. حالا من کدومشم؟ خیلی اهمیت نداره. من اومدم اینجا فقط یه چیزو بشنوم. چی میخواییم؟
کافی بود بریست بگی همه چیزی رو سر منه. خودش بهت میگفت چی میخوام. من ترجیح میدم ایشونو درگیر نکنم. بهتر بکنه، کارتون خیلی راحت میشه. نتیجه برای من خیلی مهمتر از سختی و راحتی کاره. فکر میکنی با اقرار دو نفر اونم زیر شکنجه به نتیجه میرسی؟ اون فقط به خاطر این بود که به شما برسم. خب رسیدم. خیلی خوب رسیدی. میخوای چیکار کنی؟ این دیگه بستگی به شما داره. چی میخواین؟ من هم حسودم هم منفعت طلب هم یک کینه خوشگل شخصی قدیمی دارم، البته اهل معامله. اصلا سر از هیچ کدوم از کاراتون دهنه میاره. آرزو کیه؟ یعنی چی آرزو کیه؟ مگه نمیشناسیش؟ نه، من حتی الان خود شما رو هم نمیشناسم. آرزو با شما چه نسبتی داره؟ چرا به خاطرش این همه فداکاری میکنه؟ من تنها کسی هم که نمیدونم، حتی آیناز هم میدونه. چرا به من نمیگی؟ تو هم به موقعش میفهمی. حرف داری، من که بچه خودتون نیستم. مزخرف نگو. مگه دروغ میگم؟ چرت میگی؟ من کی کاری کردم که همچین حسی پیدا کنی؟ تو بچه منی، هیچ فرقی با ایناز نداشتی، هنوزم نداری. مجبور شدم بعضی چیزها رو با آفرین بگم، ولی فکر میکنه دروغ میگم، واسه همینم ازم بعدش اومده. چی بهش گفتی؟ چیزایی که میدونم. چی میدونی؟ نه ترسی، من همینقدر میدونم که شما مارال سلطانی کارخونه داره، نه ماکل خانم خدمتکار. تو به من قول داده بودی. زنو من کسی که عاشقشم و دارم از دست میدم. اولش که به خاطر بدبخت بودنم بود ازم دوری میکرد، الان همه که فکر میکنه خالی بند و عقده ایم. شما هم که هر وقت میخواستیم در این مورد حرف بزنیم وعده سرخرمن بهم میدادیم. خر که نیستم، تازه اگه خرم باشم میفهمی چیزی بین شما و آرزو خانم هست و همه این کارهایی که میکنین به خاطر اونه. چی رو داریم پنهون میکنید؟ به آینده خودتون که رحم نکنید، حداقل به آینده من رحم کنید. سلام. خوبی؟ ممنون، خوبم. بشینی. یه چند دقیقه میتونم با مادر تنها باشم؟ بله. بهترید؟ خیلی بهترم. خب خدا رو شکر. آرزو بیماری لوپوسش رو از شما به ارث برده. روی من سیاه. نه نه، اصلا منظورم این نبود. کلن مادر خوبی برش نبودم. نه اصلا نمیخواستم یه هم چیزی بگم. منظورم این بود که با این حالتون، با این احوال مریضتون، چجوری تو خونه اون همه کار میکردی؟ چرا اینقدر خودتون رو عذاب دادین؟ عذاب؟ اون روزا از بهترین روزای زندگی من بود. چیزی که بهش نگفتی؟ نه، این روزا همش دارم به آقای امید ثروتیان فکر میکنم، پدر زنم.
چجوری تونسته این همه سال این رازو مخفی نگه داره؟ من که نه سر این رازم نه تهش تو همین چند روزه کلی به هم ریختم، ولی نمیدونم چطوری تونسته این رازو مخفی کنه، تو سینش نگه داره. کار سختیه. یه بار میخواستم با ماشین بهش بزنم، کمین کرده بودم این کارو بکنم. اون روزا فکر میکردم آرزو رو اون ازم دزدیده. خیلی باهاش بلا تکلیف شدم، نمیدونم ازش متنفر باشم یا اینکه دلم براش بسوزه. دلت براش بسوزه، دلت برای هر کسی که زندگی بهش زور میگه بسوزه. آقا بیژن، میشه لاغر شما به هم بگی موضوع چیه؟ هیچ کس من هیچی نمیگه. زنمون چرا تو خونه شما کار میکرد؟ این موضوع مثل یه بادکنکی که داره میترکه، وقتی به ترکه اینقدر صدای زیاده که تو هم نشنوی. با مادرت مهربون باش، طلبکار نباش، بهش بده کاری. لاغه یه جور به آفرین بگی که من دروغ نیستم. ولی بی‌معرفتی. با چی بی‌معرفتم؟ من چی کار کردم؟ واسه که فقط فکر خودتی. مثلا حالی دیز این زن کیه، چیه، چه حقی به گردنت داره؟ چرا حالیم نیست؟ اون زن حق مادری به گردنم داره، حتی بالاتر از مادری. خب چیه؟ دردت چیه؟ چرا اذیتش میکنی؟ واسه اینکه یک چیزایی هست که همه میدونن ولی من نمیدونم. چه درد بزرگی داری؟ بهت گفتم صبر کن، به وقتش همه چی رو میفهمی. عجله نکن. آقا بیژن، زنموی من با خانم شما چه ارتباطی دارن؟ چیه بینشون؟ واسه رسیدن به آفرین هنوز وقت داری. برو به چسب مادرت. شاید خیلی از عمرش باقی نمونده باشه. خدا منو مرگ بده که دست تو یکی راحت شم مرد. آره خلایق هرچه لایق، لیاقتت همین آشغالدونیه. اصلا تو رو چه بخونه زندگی آدمیزاد خانم؟ آره من لیاقتم همین آشغالدونیه، اینجام تکون نمیخورم. خانم چرا اذیت میکنی؟ تا نفهمم داری چیکار میکنی؟ پولش از کجا آوردی؟ از این خونه جم نمیخورم. سلام، چی شده؟ پولش از کجا آوردم؟ پس انداز کردم، یا هم دارم زحمت میکشم جون میکنم پس انداز کردم. آره جون خودت. مامان چی شده؟ چرا دارید باز دعوا میکنید؟ بابا میلیاردرت بپرس. چی میگی بابا؟ خیلی بی خودی گلی، خیلی بی خودی، بی لیاقتی. بابا یواش جلو، در همسایه زشته. چی شده آخه؟ یا عمره میخوام اجازهش بدم، داره لگد میندازه. چرا نمیری اصلا با اون داش کریمت بگی که هر سال داری یه خونه عوض میکنه؟ چرا ازش نمیپرسی این پول از کجا میاره و گوشی کی رو میباره؟ حرفتو تو گور خودش میخوام. ای وای تو رو خدا، لا مصب، منم همین رو میگم. شما رو تو گور خودتون میخوابونن، منم تو گور خودم میخوابونم. پس دیگه واسه چی میترسی؟ بابا بسه به خدا زشته.
چتونه بابا صدا تو تا سر کوچه داری میبینی بهنام منم بهشون دارم میگم آه بیسیت نمو تو محل برم قربونت برم آره به خدا چیه باید به تو هم حساب کتاب پس بدن خب میگم زشت دیگه قربونت برم راست میگه دیگه اینا کیان دیگه چی شده اینا چشونه نمیدونم والا صبح با هم رفتن خونه اجاره کنن خب. الان هم با این حال و وضع برگشتن داد و بیداد چی؟ خونه اجاره کنن؟ چرا جلوی این بچه‌ها این همه شلوغ پلوغش می‌کنه خانوم؟ از چی می‌ترسی؟ ببین اون مستقی منو بالا نیاری یا گلی عزیزم اقش من قربونت برم اگر دندون سر جگر بذاری آروم باشی خودم در اولین فرصت همه چیزو برات توضیح میدم دیگه خوبه؟ چی میگه بهار؟ میگه می‌خوای خونه اجاره کنی؟ کی قرار شد اینجا پاشیم که من خبر ندارم؟ اجاره نکنیم بخریم جان بخریم آره بابا آره با کدوم پول؟ ببین تو دیگه شلوغش نکنی یا یک ساعتی دارم سیمجیم ننه تو پس میدم خب اگه ریگی تو کفشت نیست حرف بزن خانم چه ریگی حرفایی میزنی یا بابا یه طلب مرده داشتم داره زنده میشه خب قربونت برم اکی کی کجا به تو چه یعنی چی خب اکی طلب داشتی بگو بابا یه رفیق داشتم قدیمی خدا زد پس گردنش بدبخت اومد بده کارشو به من بده که حلالش کنم آه خدا رو شکر دیگه دروغ میگه رفته قمار کرده اصلا قمار کردم خانم به تو چه به این میگو به تو چه بعدی میخوای بره توی خونه درست حساب مثل آدمی زاد زندگی کنه نمیخوای خانم نخوا به درک به اسفل و صافه بابا آروم دیگه قربونت برم من با خونه ای که با پول قمار خریده باشیم پا با توش نمیذارم خانم عزیز یارو بهمون گفتی اینجا رو تخلیه کنی میخواد بکوبه اینجا رو خب بکوبه میرم تو پار چادر میزنم دیوونه اولش فکر کردم دروغ میگه رفتیم بونگا میبینم قولنامه کرده چکم به یارو داده چک دادی بابا بله این راست راستی داری خونه میخری ها خونه نه قصر بابا یعنی چی قربونت برم چقدر بردی ها بابا چقدر بردی عزیزم قربونت برم مادر من چرا اینقدر قر میزنی آقا یه بارم ما بردیم ملت چش ندارم ببینن اینجوری نکن دیگه قربونت برم تو ساکت باش بابا چقدر بردی یکو خورده ای نه جدی بگو کار دارم چقدر بردی نه اولاق یکو خورده ای بابا یکو خورده ای رفتین قصد تو دهاتتون دیدین این ماشینشو دو مدل نمیتونه ارتقا بده با یکو خورده ای چی دارین سر چی دارین دعوا میکنین شما آخه مرز احمق یکو نیم میلیارد تومن بله آقا مرز خونه بخرم یو پیغمبر وای داداش وای خاک بهنام ماما بهار آب بیا آی بلند شد ننت سکته میکنه ببین حق ندارین به بیژن بگین ها وگرنه خونتون پای خودتون بلند شد دیگه آره سلام پدر سلام بیژن جان چه خبره آرزو چطوره آرزو که خوب نیست خوابیده شیمی درمانی خیلی اذیتش کرد رویاش چطوره تعریفی نداره خراب شما تو کی دفتری؟ هستم احتمالاً تا شب هستم پس من شاید بیام پیشتون باهاتون کار دارم بیا بابا جان در ضمن ریحان هم داره میاد اونجا میدونم من صبر میکنم تا مادر بیان آرزو تنها نباشه بهتره بعد راه میفتم میام سمت شما میشناسیش؟ آینز جان نمیخوای در موردش حرف بزنی برادر شوهر سابق مامانه 30 سال این ویروس افتاده تو زندگی مامان شوهر سابق؟ مرده چند ماه بیشتر از عقدشون نگذشته بود که ماشینشون میفته تو در رو میمیره تو همون حادثه ای که پدر مادرش هم فوت شدن سلام سلام بابا سلام چی شد؟
پیدا کردیم؟ دنبالشم بابا. تو الان چند تا پیدا کردیم. ولی گروه خونیشون نمیخوره. حالا با چی کار کنیم؟ هیچ آقا شما نگران نباشیم. ما خودمون داریم پیگیری میکنیم. یه آگهی هم دادیم به روزنامه. بابا، تو چرا اینجا نشستی؟ سردت نیست؟ کاش همه چی برمیگشت به عقب. این وضع اوضاع حقش نیست. من با خودخواهیام زندگیشو نابود کردم. شما با این کبیر چی کار کردین که بعد از 30 سال هنوز اینقدر کینه داره؟ تمام اتفاقایی که برای کارخون افتاده زیر سر کبیره. میدونستی؟ الو. بله بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام. والا خواستم خدمتتون عرض بکنم که ما یه قولنامه کردیم، یه چند تام چک دادم. اولین چک هم 500 تومنه واسه پس فردا. الو. الو، آقا کی هستین؟ آقا تیمور. مگه قرار نشد قبل از هر کاری با من هماهنگ کنی؟ خب دیگه پیش اومد دکتر جان. آخه مرد حسابی 500 تومن پول کمی نیست. من تو این دو روزه چجوری جور کنم؟ این پولا که واسه شما رقمی نیست آقای دکتر. یه بشکن بزنی جور میشه. ببین جلو عیال ما رو سه نکنی یا کل قپی اومدم واسه این خونه. آره چک برگشت بخوری زایع شدم. خب دیگه قرار شما ما رو صابخونه کنی دیگه. آره عزیزم ببین اما اگر نیار. یه شما حساب میدم شما. الو. الو. دوکی. الو. بابا. بابا. اینجا چیکار میکنی بزغاله؟ کی بود؟ فارگوش من دیگه مایی میسی؟ با کی حرف میزدی؟ به تو چه؟ بزمت چه؟ بباره ببینم بابا عجیب داری مشکوک میزنی ها بیا بارا گم شو ببینم به ویژن میگم راستش رو نگی ها هر خری میخوای بگی بگو بابا زشت شدی که چرا اینجوری میکنی؟ بزمت چه؟ حالا دیگه واسه من دوم داره برده نکبت نمیگه کی بود؟ بارا گم شو من که به بیژن میگم آی سلیمی جانم آقا 500 تومن از حساب من برداشت میکنی میریزی به این حساب تیمور سودبر ببخشید آقا 500 میلیون تومن؟ آره دیگه چکشم نوشتن فقط رسیدشو برام بیار چشم آقا برو بسلام آقای سلیمی جانم آقا همین الان ها پشت گوش نندازی بروی چشم آقا چشم بفرمایین خیلی ممنون خانم سلام پدر سلام آقا جان چطوری؟ خوبی بی جان بشین آقا بشین خب چه خبر؟ ریحانه اومد؟ بله به من از این که اومده من را افتاده خیره انشالله راستی پول مول که لازم نداری نه خیلی ممنون به هر حال تعارف نکن نیاز داشتی حتما بگو چشم اگه نیاز شد که حتما به شما میگم خب من در خدمتم من امروز رفتم عیادت ماگل خانم حالش خوب نیست آره آره خبر دارم اوضاع احوال خوبی نداره خواستم راجع به مریضی آرزو باهاش صحبت کنم ولی قبلش با دکترش حرف زدم حالا روزشو بهم گفت دیدم صلاح نیست فعلا راجع به آرزو چیزی بهش بگم خب حالا چه لزومی داشت که این خبر بهش بدی؟ خب یکم نگرانم تا زایمان و عمل پیوند آرزو که چیزی نمونده تا الانم امیدوار بودیم بتونیم از خودش مغز و استخون بگیریم برای پیوند ولی مادر گفت با آزمایشایی که انجام شده برای سازگاری این قضیه منتفیه خب نگران شدم دیگه چیکار میخواید بکنید؟
چیو میخوام چیکار کنم؟ همین اعدا کننده سازگار رو دیگه. واسه این کار آزمایش ژنتیک و دی ان ای و از این چیزا میگیرن. میدونم موقعیت سختیه. ولی شاید اگه مادر پزشک نبود میشد ازش پنهون کرد. ولی اینجوری نمیشه. من از رازتون خبر دارم. میدونم ماگل کیه. از کجا فهمیدی؟ کی بهت گفت؟ خود خانم سلطانی. بهش مشکوک شدم، رفتم سراغش. همه چیو گفت؟ آی سلیمی. سلام آی دکتر. سلام. اگه اون پول واریز نکردی فعلا دست نگه دار. واریز کردم آی دکتر. شما خودتون گفتین پشت گوش نندازم. نباید واریز میکردم. بابا خوبی؟ آره خوبم بابا جان. شام حاضرم. باشه همین الان میام. میخواستم بپرسم جواب بابای بیژن رو دادی؟ آره بابا جان، پروندهش بسته شد. چی بابا؟ چیزی میخوای بگی؟ نه بمونه واسه بعد. خب بگو چی شده؟ میخواستم راجب پسر ماکل خانم با اتون حرف بزنم. بمونه واسه بعد دخترم. هنوز با موضوع کنار نیومده. تو خودشه. امروز که تمام دوستاش آلبوم عکسای بچگیشو نگاه کرد و ورق می‌زد، با منم اصلا حرف نزد. مامان حالا واقعا درمانش جواب. عزیزم آفرین. شما باید خیلی دور و بر خواهرت باشی، بعد ازش مواظبت کنی. هفته های آخر حساس میشه. بله. مامان آبی جان مشغول شو. آبجی آرزو چه شده؟ هیچی عزیزم، چه شده؟ فقط دارم به آفرین میگم که چون قراره بچهشو به زودی به دنیا بیاره باید تنهاش نذاریم. همین. من کی دایی میشم؟ شما سه ماه دیگه. شما از کجا میدونی من کی میخوام داییشم؟ من دکترم، میدونم دیگه. غذا تو بخور. امی جان غذا بکش. بفرمید. مامان؟ یعنی واقعا چیز مهمی نیست؟ عزیزم من به عنوان یه پزشک حق ندارم در مورد وضعیت بیمارم دروغ بگم، حتی اگه بچه‌م باشه. من نمیتونم امید واهی به کسی بدم. پس خواهش میکنم دیگه این سوال از من نپرس. ببخشید به خدا دست خودم نیست، اصلا نمیدونی چه فکر و خیالی میاد تو سرم. فکر و خیال هیچ کمکی به خواهرتو نمیکنه، مخصوصا منفیش. آره قبول دارم.
علی نباید از وضعیت آرزو چیزی بدونه. تو روحیش اثر میذاره. مامان راستی بابا چشه؟ خیلی تو خودشه. بهتر کاری به کارش نداشته باشی. نگران آرزو. بابا که گفت جواب این پسر بهنامو داده؟ آره خب به منم گفت. خب پس این چه پیامیه به من داده؟ ببینم. ببین. پسر بیشور. تو محلش نذار. اگه لازم بشه من خودم با مادرش صحبت میکنم. یعنی به بابا نگم؟ نه عزیزم. فعلا نه. درگیرش نکن. بذار باشه برای بعد. باشه. سلام پدر جان. سلام بیژن جان. حالت خوبه بابا؟ ممنونم. شما چطوری؟ آرزو کجاست؟ میخواستم یه دو سه کلمه با حرف بزنم. آرزو تو سالونه. نشسته داره آلبوم عکسش رو نگاه میکنه. ولی الان من تنهام. راحت باشین. میخواستم بدونی که من هیچ وقت قصد آزار کسی رو نداشتم بابا. هیچ وقت نخواستم در حق کسی ظلم کنم. من اصلا قضاوتی راجع به شما نمیکنم. اصلا نیازی نیست به من توضیح بدین. خب به هر حال تو باید در مورد این ماجرا چیزی بدونی دیگه. پدر جان هر اتفاقی که افتاده به خودتون مربوطه. مهم اینه که شما برای آرزو پدر خوبی بودین و هستین. ولی خب به هر حال الان تو این شرایط گیر افتادین. باید هممون یه کاری بکنیم که آرزو کمترین صدمه رو ببینه. خیلی ممنون بابا جان. خیلی ممنون که درکم میکنی. حسابی کلافه هم. سردرگم هم. نمیدونم باید چی کار کنم. میفهمم. از بعدش میترسم. از اینکه چه بلایی سر ریحانه بیاد. از نگاه آفرین و علی به خودم. از اینکه چه طوفانی توی وجود آرزو به پا بشه. و تعادل هممونو به هم بزنه. من نمیخوام خانوادم از دست بدم بیشن. همیشه از این لحظه میترسیدم. میدونستم یه روزی بالاخره این موضوع گریبونم رو میگیره. نمیدونم چیکار کنم. خیلی وقت آرزوی مرگ میکنم. این چه حرفیه میزنی؟ جدی میگم بابا. من قبلنا از کوچکترین درد و ناراحتی که تو وجودم تو بدنم احساس میکردم میترسیدم. ولی الان دیگه الان منتظرم یه سکته چیزی بزنه از این وضعیت خلاصی پیدا کنم. پدر جان من هر وقت گیر و گرفتار میشدم به من یه چیزی میگفتین. میگفتین مرد نباید کم بیاره. فرق میکنه بیژن جان. این موضوع من با هر چیز دیگه فرق میکنه. میدونم ولی به هر حال باید درست شه دیگه. شما باید این بار سنگین رو از رو دوشتون بردارین. کمکم میکنی؟ چرا؟ من هر موقع که گرفتار بودم شما کمکم کردی. من تا آخرش کنارتونم. خیلی ممنون. ممنونه. خداحافظ. سلام آرزو جون. سلام ماهگل جان. دلم برات یه ذره شده بود. آفرین رو میبرم تست سازگاری پیوند. تو هم قرار تست بدی؟ آره همین امروز. خب الان این آقای کبیر که میگید این همه سال وقت گذاشته که کارخونه رو به خاک سیاه بنشونه. چرا اون وقت؟ انتقام. اتوماتو داری ازش؟ اشکه دو کی؟
اگه بگین سینا وحدتی رو چجوری میتونیم پیدا بکنیم ولتون میکنیم بریم. به جون جوب بچه ها ازش خبر ندارم. بابا اگه میخواییم تیغش رو بزنیم قربونت برم، من آفرین رو دوستش دارم. خفشو ببینم این حرفا به تو نیمده. میدونی پول اون خونه رو کجا آورده بابا؟ نه خب کی میدونه که من بدونم؟ پول داداشت. اتفاقی براتون افتاده؟ نه خیر. نه.